بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بزرگان ارجمند، فریختگان دانشمند، برادران و بستگان غمی و سوگمند، لطفاً سلام های من رو بپذیرید. البته مرگ حق است و انسان فانی، اما راست بگویم مرگ شماری از هموطنان ما که ریشه فرهنگی و ادبی و ملی و شخصیت والای مردمی دارند برای دوستدارانشان سخت جانکاه و غم‌انگیز است. و جا دارد به او بگوییم که از شمار دو چشم یک تن کم و از حساب خرد هزاران بیش. بدون در نظر داشت ارتباط دوستی و علاقمندی به زندگیات استادکانی، یه حقیقت را با آواز جهر میگن که فانی از آن زمره شاعران و سخنوران کم نظیر و صاحب اندیشه بود که بدیل او را در راستایی که او سخن میگفت و شعر میسرود کم تصراب دارد. بناهن دریغ و هزار دریغ که رازق فانی با آن همه تبیرسا و قدیهی والا و تمثیلات زیبا زود از بین ما رفت و جهان فرهنگی ما را کمرنگ ساخت. این سالمند، این سالمند عاجز توانایی آن را ندارد تا شخصیت پربهای استادخانی را با ابعاد مختلف و رنگین کمان هنری و شیری و عرفانیشان بسپارد و با تعریف ناقص خود از مقام علیای سخن و اندیشه او بکاهد. مسلمان این کار را به دوستان و همترازان اکادمیکشان نه تنها یک بار و صد بار میخواهم انجام دهد تا شایستگی فرهنگی و ادبی و خردمندی این هم مشرب و هم مسلکشان را بیشتر و بهتر تجلی داده باشد. این مستفید ارادتمندشان در این فرصت تنگ با قلب پر از اندوه و ناتوانی جسمی که در مراسم خاکسپاری این فریخته مرد سخنور خود را رسانیدم، برای این بوده تا به سنت پاک اسلامی نخست شهادت دهم که رازق فانی به گونه ای که به این سه مجموعه شیری خود تجلی داده مردی بوده مومن، مردم دوست، وطن پرست، غریب نواز و با احساس. و نیز میگویم که قلب پاکش لبریز از عشق به مردمش و ابنای میهنش بوده و آنانی که بر این حقیقت خردت ترددی دارند آرزو میکنم یک بار
مرور خطی به این مجموعه های شیبی رو کنند، ابر و آفتاب را بخوانند، شکست شب را بخوانند و دیگر مجموعه های نظر و نظر او را مطالعه کنند و مشاهده کنند که استاد فانی کی بود و با کدام احساس زندگی کرد و چگونه از مردم خود، از مردم ستم کشیده، از مردم درد دیده، از مردم جفا کشیده خود با زبان نظم تازیانه هایی را حواله کرد که در اعماق دلها واقعا جا داشت و او را می‌ستود. من هزار بار به این شاعر پاک، به این ستاره تابناک آفرین میگم و آرزو میکنم که خداوند پاک او را با بی‌اشتهار محشور داشته باشه، روحش شاد داشته باشه و دعا میکنم که فرزندان خانم مهربان ازور که تا پای جان در کنار ازور نشست تیمارداری کرد، همونطور بستگان ازور. یک مطلبی را که میخواستم به شما عرض کنم و روی احساس محبتی که استاد فانی به من داشت و به او افتخار میکنم، یک روزی به من نامه نوشت فقط کاغذ را به من فرستاد و او کاغذ را من از پوسته گرفتم. در او 4 رباعی بود و او 4 رباعی را امروز من را روی تخته می‌بینم. من از خواندن این ربایی راست بگویم گریستم، به خاطر دیگه گریستم که او وقت مریض بود، وقت سلامت داشت، وقت درست بود، اما چطور شد که به من اعتماد کرد و این 4 رباعی به من فرستاد؟ نوشته کرده که برای لوحه سنگ مزار خودم والله والباقی، ای خورده فریب کامرانی من تو، سرگرم قمار زندگانی من تو، پیش از اجل این حقیقت از یاد مبر، باقی همه ذات اوست فانی من تو. چند روز بعد تلفن کشیدم، گفتم استاد عزیز به قدر شیرت مرا متأثر ساخته، چی کنم؟ گفت نگاه کن وقتش میرسه. گفتم من هم پا بر کابستم، میتونی که برای من هم یک چیز رو بکن؟ خندید، گفت هنوز بسیار جوان است. گفتم مرگ جوانی و پیری نداره، اجازه میده که مجوز قانونی خود را با شیرتون بگیرم. باور میکنیم که این انسان برای به هم شیر خود را روان کرد و من هیچون خاطرات فانی از پیشم نمیره. وقتی که به فریمان دعوتش کردم و راست بگویم با چنان محبت و صمیمیت دعوت معرفه گرفت و تشریف آورد با خانم خود، با دختران خود، و چنان شبی خوبی گرمی پرمحبتی را
ما انجام دادیم و بسر بودیم که خاطرات حضور همیشه پیش نظر دارد. ما میخواییم که امون خاطرات را حالی برای مرگش در مابین احریماند برگزار بسازیم و انجمن بزرگسالان فرهنگی فریماند بیریا پیام های غمشریکی همدردی و محبت شما را به تمام خانواده استاد زنده یادمانی فرستادم و دیروز ما بروی پاک و روان تابناک این شاعر گرانمایه خط می گرفتیم، دعایی کردیم و چون ما آمدنی بودم گفتن این پیام محبت ما را برسانیم تا ما وظایف خود انجام بدیم. من همین چهار بیتی را روی یک کاغذ نوشته کردم، قلمی کردم که وقتش اگر میرسد باید روی آرامگاهش، روی سنگ آرامگاهش نقش شود و این خاطره به یادگار بماند. بیشتر وقت کم است، میفهم که بزرگان دیگر هم صحبت میکنند. من بار دیگر تأثیر خود را تعلق خود را غم خود را به شما میدهد. همه ایتان زنده باشید و برخوردار باشید. خدا حافظ شما.